رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، با من هستین؟ بله خواهش میکنم بفرمایید. آقای دکتر خیلی من شما دوست دارم و خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. منم خوشحالم باهاتون صحبت کنم. بفرم از کجا تلفن میکنید عزیز؟ من از ایران زنگ زنم. خیلی خب، چند سالتونه؟ 24 سالمه. آکه برای چی تلفن کردید عزیز؟ آقای دکتر من خشم درونی خیلی زیادی از خودم دارم که این خشم باعث میشه که هیچ جوره نتونم از خودم راضی باشم. همیشه برای همین تلاشمو میکنم، چون خودمو خوب و دوست داشتنی نمیبینم، تلاشمو میکنم که از نگاه دیگران خوب باشم، اونا ازم تعریف کنن، جوری که همه زندگیم شده تلاش کردن برای یه هدفی که دارم و این هدفی که دارم رو به خاطر این گذاشتم که منو یه جورایی امیدوار میکنه به زندگی. انگار چیزیه که میخواد یه جواب کوبنده به همه سرکوفتا و خشمایی باشه که دارم، برای همینه که اصلا به وجود اومده. بعد خیلی هم آدم مضطربیم، با وجود اینکه الان دارو درمانی میکنم ولی هنوز خیلی مضطربم. بیشتر موقع تو روز اصلا انرژی ندارم کاری انجام بدم. میدونم همه اینا گیر افتادنم تو مثلث زحمت و نکبتیه که شما ازش حرف میزنید. بعد ولی با مدت درمانیم فقط یه مدت خوبم، بعدش کم کم برمیگردم مثل قبل میشم. دوباره حسش میکنم که دارم برمیگردم به قبل. اول مضطرب میشم، بعد کم کم خشمم زیاد میشه، دوباره در آخرش به خودزنی و خودکشی میرسم. بعد بدترین حسم اون موقع به هم دست میده که دیگه دوباره میرسم که به اینجایی که من انگار تو این زندگی اضافیم. حالا کیشکی هم حتی این حرفو به من نمیزنه، ولی همش پیش دوستان پیش خانوادم احساس میکنم که یه آدم اضافیم، که نباشم زندگی براشون راحت تره. و برای همه اینا من فقط اون هدفی که دارم فقط اونه که به هم کمک میکنه که سرپا باشم، بخوام برای رسیدن به اون تلاش کنم. ولی میدونم در واقع اون هدف فقط چیزی که میخوام به خاطر زندگی کنم. و ایلا چیز مثلا شاید خیلی هدف چیه؟ نه یه ذره من متفهم هدف چیه؟ من رشتم طراحی لباسه. بعد هدفم اینه که حالا الان دوره کاردانیمو تموم کردم، الان برای کارشناسی دارم میخونم. هدفم اینه که تموم کردم از ایران برم، که متاسفانه اول باید زبانم خوب باشه بتونم از ایران برم. من هنوز زبانم هم اونقدر خوب نیستش. زبانم خوب بشه که بتونم، چون درسم هم خوب میخونم، از یه دانشگاه خوبم بتونم برای یه دانشگاه خوب بخونم خارج از ایران. خب حالا سب کن. بعدم دلم میخواد برم یه جایی که آب و هواش خوب باشه، بعدم یه جایی باشه که ایرانی نشین باشه. ضمناً دختر خاله هامو که خیلی دوست دارم اونام بیان اونجا، ولی چون اونا میخوان ازدواج کنن و منم بچه دوست ندارم، دلم میخواد اونا بچه دار بشن، بعد یه مقدارم بچه اونا بیارن، من با بچه های اونا بازی کنم. بعد وقتی بازی میکنم از طریق فعالیت با اونا وزنم هم کم کنم. دختر این چه قصه مسخره ایستی تو داری سر هم میکنی؟ ما تو دنیایی هستیم که بسیاری از اوقات قرار یه راه رو بریم، اینکه در آن واحد من میخوام 18 تا راه رو برم. دقیقاً بله. خب دیدی که من تو رو بردم، گفتم من تو رو ولت کنم، تو دو ساعت دیگه شروع میکنی همین جوری به این ماجرا داستان ازا اینو میخوام اونو میخوام. اینا عزیزم اینا کاملا میتونن جدا جدا انجام بشن. من میرم روی تخته مینویسم اسم، مثلا فرض کن حسن، بعد روش مینویسم جواد، بعد مینویسم باقر، بعد مینویسم محمد، بعد مینویسم تقی، بعد مینویسم داریوش، بعد مینویسم کوروش، بعد مینویسم بیژن. هر کی از راه برسه اصلا نمیفهمه من چی نوشتم، در حالی که اگر من اینا رو زیر هم بنویسم
بنابراین پس چرا شلوغش میکنی دختر؟ یعنی همینجوری همه یه مسائل رو به هم میریزی؟ خب یه همچی چیزی که اصلا کارش نمیشه کرد. تو از هر جمله ای از هر چیزی که به ذهنت میاد یه لغتش رو یه چیزش رو میگیری میری دنبال یه چیز دیگه، بعد میری دنبال یه چیز دیگه، بعد میری دنبال یه چیز دیگه. درست پس که از در خونت بیای بیرون پشت یه ماشین را بیفتی، ماشین ایستاد، بری دنبال یه ماشین دیگه، بعد میپیچه به چپ میری به چپ، میری تو این خیابون میری خیابون، راه میفته میخواد بره از تهران اصفهان، میری اصفهان، اصفهانو پارک میکنه ماشینش، دنبال یه ماشین دیگه راه میفتی میری از این ور به اون. آخ عزیز، برای چی مسائل مخلوط کنی؟ تو یه دختری هستی الان، دو تا زمینه مسئله اصلیته، یکم حاشیه است. درسی اگه میخوای بخونی یا باید بخونی، باید ببینی چه کار کنی، یه کاری اگه میخوای بکنی، اگه قرار کار بکنی چه کار میخوای بکنی، ضمناً گوشه چشمت هم باز باشه اگر یه فرد مناسبی پیدا شد ازدواج بکنی. این که من حالا میخوام برم خارج، بخوام برم خارج، بعدن مشکل زبان دارم، زبانم اونقدر خوب نیست. خیلی خب، یه روزی تو تصمیم گرفتی بری خارج، میدونی شرطش اینه که توی یه کشوری که میخوای زبانشو بدونی، پس باید بری زبانشو یاد بگیری. درسته. بعد ولی اینکه زبان رو نمیدونی که الان نمیشه آدم بزنه تو سرش. الان من هرچی امریکایی دور برندم یکشون فارسی بلد نبوده، ولی نه اونا تو سر خودشون زدن، نه من تو سر اونا زدم. هر چی شلوغ پلوغش میکنی. حالا چند تا سوال منو جواب بده. اول اینکه فرزند چندمی؟ من تک فرزندم. خب باز همینجا پس ببین، همه دست گلا رو پدر مادر بزرگوار تو انجام داد. یه بچه تک تنها نه خواهر داره نه برادر داره، با تخیل و ذهنیت شلوغ بلوغ و خودش همینجوری داره حرکت می‌کنه. چرا من مخالفم با یه دونه یا دو تا بچه، یه دونه بچه؟ و همینجاست دیگه. دوم به من بگو پدر مادر چند سالشونه؟ پدر مادرم 52 سالشونه هر دوشون. شغل و کارشون چیه؟ مادرم خانه داره، پدرم کارمنده. خب کی صبح تو غروب تو رو سرزنش میکنه که چرا این کار کردی نکردی، یا اصلا سخت گیره؟ کی خیلی بکن نکنتر، مادر پدر؟ بیشتر مادرم، یه کم هم پدرم گیر میده، ولی نه خیلی، بیشتر مادرم. بنابراین تو اونا رو وردی گذاشتی تو مغزت، بنابراین تمام خشمی که داری خشم اوناست تو کله تو علیه خودت. برای که ما بین دقیقا خودم شدم یه والد سرزنشگر که همش میکوبم تو سر خودم. بنابراین تو اگر حالا که با این مسائل مربوط به ترانزکشن انالیسیس و اینا آشنا هستی، پس بنابراین تکلیف های روشنه. شر این والد لعنتی رو باید بکنی. اولا باید کوچیک کوچیکش کنی، باید از کار بنزیش بیرون. فقط به درد مراسم خط میخوره، بری تسلیت بگی یا تو عروسی تبریک بگی، یا در خیلی بزرگتر میرسی رعایت احترام بکنی. برای این توفر به درد چی میخوای بخوری؟ پدر تو میدونه این والدی که تو میگی چند سال است؟ 5000 سال از این لعنتی، 5000 سال گند و کسافت تاریخ رو با خودش داره. خب تو قرد گوشه تو کله خودت، و حالا اونم افتاده به جون تو، برای که جاش دادی اومده اونجا نشسته، معلومه شروع میکنه دائما زرزر کردن. این صدای درون، این اینر وایسی که تو داری کیه؟ این که صدای تو که نیست، این صدای آدمایی است که در تولد تو تا 8 سالگی به تو گفتن بکنه نکنه، درست و غلط و سرزنش کردن و انتقاد کردن و حتی فرمان دادن. همه اینا اومدن جمع شدن به صورت یه مجموعه که ما در اصطلاح بهش میگیم یه سگ هار درونی، یا به قول فریدون مشیری که تعبیر درستی است، یه گرگ درونه، یه گرگ که توی بدن منه، یا بقیه رو میخوره یا من. خیلی خوب، تو اگر سیدی حرمت نفس منو دو بار بشنوی، امید من این است که دست از این مسخره بازی بردار. اولا تو خوبی و دوست داشتنی. اصلا من نمیرم تو این دنیا که کسی دیگه منو خوب بدونه. اصلا I don't damn care، اصلا برای من اهمیت نداره. فایدهش چیه بدونن عزیز؟ شما وارد یه مهمونی بشی، همه فکر کنن 10% 20% خوشگل‌تری، 30% نمیدونم شیک‌تری، 40% باسوادتری، 50% باهوشتری. تو فکر میکنی مهمه؟ مهم نیست. مهم اینه که تو کی هستی. به همین جاست که همیشه حرف من این بودی که تمام هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمانی که جهان در گذر است. دقیقا آقای دکتر، این صحبت شما را من خیلی با خودم تکرار میکنم، ولی این تو ناخودآگاه منه، یعنی چیزی هم نیست که به قول شما بشه یه دفعه کوچیکش کرد.
نمیشه، نه انقدر نه نمیشه، نه نه، تو این لغت یاد بگیری اسمش هست خفه. خفه هر زمان که این زرزر کرد بهش بگو خفه. بعد از اینکه 1000 دفعه 2000 دفعه گفتی گورشو گم میکنه. هر کسی دوربرت نیست بلند بگو، هر کسی دوربرت تو دلت بگو. تا اومد گفت که ببین اینجا رو خراب کردی و خفه. برای که این بازی باید متوقف بشه عزیز. این آدم غریبه ای که اومده توی خونه تو جا انداخته و کنترل تو رو به دست گرفته دشمن توه. تو اون رو آوردی تو خونه خودت گذاشتی که هر زمان که لازم، فقط دلخوشی تو اینه که این آدم در این حال هم دشمنای تو رو هم لط و پار میکنه. حالا وارد این بس تو سیدیه آوردم که 8-9 تا دلیل داره که ما چرا این سگه ها رو نگه میداریم. یکی از کارکرداش اینه که همجوری که ما رو تیکه پاره میکنه مخالفین و دشمنان ما رو تیکه پاره میکنه. خب پس ما میخوایمش دیگه، مثل یه سگ هاری را آدم بیاره هم مردم رو میگیره هم صاحبش رو بگیره. درسته بله. آقای دکتر الان بله. حالا تو من بگو که الان تو خونه پدری و مادری زندگی میکنی؟ بله. خیلی خب، درباره مسئله ازدواج چی فکر کردی؟ اصلا فکر نکردم. خب شاید اصلا تو فکر شاید نداری، اصلا مغز نداری دختر. من تا حالا با یه دختر مغز صحبت میکردم. چجوری یه دختر 24 ساله به ازدواج فکر نمیکنه؟ به چی فکر میکنه؟ آقای دکتر اصلا به فکرش نیستم، راستش علاقه ندارم به ازدواج کردن. خیلی خب، بلکه حالا به من بگو چرا پدر مادر تو فقط یه دونه تو رو آوردن؟ مامانم یه دونه بچه میخواست که بتونه درست برسه و تربیتش کنه. واقعا؟ البته یه سری مشکلات هم داشتم، خب اختلاف هم داشتم. خب به همچنان به تو آسیب زدن عزیزم، یه روانشناس خانم خوب پیدا کن. اولا یه مقدار این سری تو تیپ شخصیت سالم من رو بشنو، حالا حتی شخصیت بیمارم، تو اونجا شخصیت سالم و نرماله. تو یه دفعه متوجه میشی اون چیزی که تو در این راجبش حرف میزنی مهرطلبیه. 60 تا صفت و ویژگی داره که متاسفانه 60-70% مردم ایران درگیرش هستن و در جامعه ایران این 60 تا صفت و ویژگی بیشترش از نظر ایرانی ها بسیار خوب است و پسندیده، در حالی که همش گرفتاری هند و بدبختی. شما منظورتون که من مهتلبم؟ بدون تردید، من تو دران گدای محبتی، معلوم تشنه محبتی. تو الان تمام آقای دکتر من اصلا مهتلب نیستم به خدا. تو الان تمام خودت، هم قسمت اول حرف رو دیمون که میخوای کوشش بکنی که به هر حال مردم تو رو خوب بدونن و دوست داشته باشن. منظورم اینه، من فکر کنم بد گفتم، بیشتر به کمالگرایی و به اون سمت میره، یعنی که کمال... به همش من دختر نه کمالگرا... خوبی کنم به دیگران. عزیز من کمالگرایی یعنی من میخوام یه جوری کار بکنم که کسی به من اعتراض نکنه. این وحشت از دیگران. دقیقا بله، دقیقا من اینجوری هم. خب همینه دیگه، مهرطلب کسی نیست که مردم رو دوست داره، مهرطلب کسی است که از مردم وحشت داره. بله دقیقا من وحشت دارم از دیگران. خب معلومه، به همچنین که تو تمام مدت اومدی فرضت بر اینه که من اومدم اینجا که باید یه کاری بکنم که یک مردم منو خوب بدونن، دو مردم منو دوست داشته باشن. برای حال خودم هم لازم شد آتیش میزنم اونا گرم بشن بگه وای چه دختر فداکار. به همچنین است که فکر کردی ازدواج هستن چی؟ چون ازدواج یه ذره برمیگره به اینکه منم میخوام یه زندگی خوبی داشته باشم، یه چیزی رو برای خودم میخوام به هر حال از یه مقدار فوائدی که ازدواج داره برخوردار بشم. نه اینا رو خودخواهی میدونی، نه من قرار نیست این کار رو بکنم. من کاری که پدر مادر با تو کردن، مادر خواسته یه دونه بچه بیاره. آقای دکتر من وسط صحبت شما، من از ازدواج دوست ندارم ازدواج رو، به خاطر اینکه از پسر رو کلن خوشم نمیاد، یعنی یه خشمی نسبت به مرد دارم که میدونم این آسیب میزنه به زندگی. نه فکر میکنی از کجا میاد این خشم تو؟ خب صدمه هایی که تو کودکی دیدم احتمال زیاد بیشتر از اون هست. از کی؟ صدمه کودکی از کی دیدی؟
از هم از خانواده هم از آزار جنسی که کودکی برام اتفاق افتاده. خب حالا خانواده آزار جنسی داستانش چیه؟ از کی بوده؟ یکی دو بار اتفاق افتاد، شاید هم سه بار. تو چه سنی؟ یه بار 8 سالگی، یه بارم 14 یا 15 سالگی. خب حالا اول ساخت، اولا رابطه پدر و مادر با هم چطور بود؟ رابطه شون آقای دکتر بد بود، ولی مثلا یه مدت خوب بودن، دوباره با هم دعواشون میشد، دوباره یه مدت خوب بودن، یعنی مثلا نمیدونم چجوری بگم، یه همش مثلا یه جور ثابت نبود که به آدم تنش و استراب نده، همش چون که کم و زیاد میشد مدام باعث استراب من میشد. نه حتما ازم، چون اگر پدر و مادر یه دست و یک نواخ باشن، حتی وقتی بد باشن آسیبشون کمتر تا وقتی پایین و بالا میرن، بعضی وقت خوبن بعضی وقت بدن، کاری اینا میدونیم. تو به من بگو آیا واقعا اونا دوست داشتن دختر داشته باشن یا شاید ترجیحشون مادر یا پدر یا هر دو پسر بود؟ هر دو دختر میخواستن. مطمئنی از این بابا؟ بله بله 100%. ولی بعدا چرا مثلا پدر بچه دیگه ای نمیخواست یا مادر فقط دنبال یه دونه بچه بود؟ پدرم حالا شانسان همین یه مورد رو به حرف مادرم گوش کرده دیگه، دوست داشته یه بچه، اونم قبول کرده. به من بگید پدر مادر هر کدام فقط چند تا خواهر برادر دارن؟ چند تا عمو و عمه داری و چند تا خاله و دایی داری؟ بله من یه دونه عمو دارم و دو تا عمه، بعد مادرم هم کلن 4 نفرن، دو تا دایی دارم یه دونه خاله. اوکی. خب حالا داستان ارتباط یا آزار جنسی در 8 سالگی از جانب کسی که بود چه سن و سالی داشت؟ سنش زیاد بود. مثلا یعنی بزرگ سال بود؟ بله مثلا 40 سال. با اون وقت از فامیل بود یا فقط آشنا بود؟ آشنا بود. اوکی. یک بار اتفاق افتاد یا بیشتر؟ یک بار اتفاق افتاد. و آیا فقط یک لمس بود یا بیش از اون بود؟ نه بیش از لمس. و به طوری که شما فکر میکنید به هر حال شما رو آزار میداد و اذیت میکرد؟ بله خیلی. اوکی. وقت مورد بعدی چه سنی بود عزیز؟ 14-15 سالگیم بود، دو تا پسر بودن، یکی 2 سال از من بزرگتر بودن. خب یا با هم بودن یا تنهایی با شما؟ با هم بودن. یعنی اون دو تا بودن با شما؟ بله. و چقدر خودشون رو به تو تحمیل کردن یا خودت هم راغب بودی؟ نه من سعی میکردم از دستشون فرار کنم، ولی یه جای مهمون بودیم، دو تا از پسرای اونا هی مدام میومدن اذیت میکردن. خب وقت آیا ارتباط جنسی هم برقرار شد؟ نه نه فقط همون تچ و لمس و اینها بود؟ بله بله. و فقط یک بار بود یا تکرار شد؟ اون یه روزی که پیششون بودیم تکرار شد. چند دفعه تکرار شد عزیز؟ 10 بار. خب پس یه سر بیشتر بود. وقت تمام مدت هیچ چیزی کسی دیگه هم غیر از تو پسر و دختر دیگه هم اونجا بوده؟ بله اون بود که راستش رفتش اصلا به مادر من گفتش بود. بله این او بود که رفت به مادر من گفته مقصودتون چیه؟ یعنی یه کس دیگه اونجا بود که اون بعد از اون که از اونجا رفتیم به مادر من گفت که همچین اتفاقی افتاده و مادر من رو دعوا کرد. ولی اون روز بین شما و اون دوتا پسر اتفاقی که جنسی باشه نیفتاد؟
نه، یعنی اصلا جایی نبود که بتونن کاری بکنن. آها متوجه. بله ولی بعد از اون دیگه چیزی تجربه دیگه داشتی عزیز؟ نه خدا شکر نه. خب وقت از همونجا فکر میکنی واقعا نگاه و نظر راجب پسر یا مرد بد شد؟ بله، من از اون دفعه اول که اذیت شدم کلن نگاهم بد شد، چون میگم حتی فقط هم اون نبود، اختلاف پدر مادرم هم. خب حالا یه سه چیزا نمیشه گفت، ولی پدرم مثلا یه سری کارایی میکرد که باعث ناراحتی میشد، که اونا رو متوجه میشدم دیگه کلن نگاهم بد شد نسبت به من. آیا پدر نسبت به تو رفتار نامناسبی داشت یا به دیگران و تو شوهر؟ نه اصلا، اصلا به من نه. آکی عزیز، خب به من بگو که شبکه دوستای دختر تو کیا هستن؟ آیا دوست دختر چندتایی داری؟ بله دارم، ولی دوستان خیلی هم صمیمی و خیلی هم مهربونن، ولی من خیلی ازشون فاصله میگیرم. زیاد مثلا زنگم میزنن که با هم بریم بیرون، میگم نه حوصله ندارم. اون چرا این کارو میکنی؟ چون خیلی یکی هم استراب درسم رو دارم، هی سعی میکنم بیشتر درس بخونم، یکی هم که زیاد یه موقعی احساس میکنم که میگم، چون حس میکنم تو بین دوستام هم حتی اضافی هم سعی میکنم نباشم، چون وقتی پیش اونا هستم یه دفعه حس میکنم که اونا مثلا به فرض اگه با هم بهتر باشن یا یه چیزی بگن که حس کنم با هم بهترن، اون باعث میشه که ازشون متنفر شم باهاشون. به اونا هیچی نمیگم، ولی پیش خودم اینجوری میشم. خب آیا تو که میگی اونا اتفاقا میخوان که با تو باشن، پس تو مزاحم و اضافه بله نیستی؟ خب تو که مزاحم و اضافه نیستی که از این بابت احساس بدی بکنی. ولی خب احساس میکنم که نتونستم به اندازه که اونا همدیگر رو دوست دارن منم بینشون خودم رو جا کنم. خب آخه شما فکر میکنی به خاطر اینکه تو واقعا اونا رو هم دوست نداری؟ دقیقا، بله من هیچ کیو دوست ندارم. نه متوجهم، میفهمم عزیز. یعنی ببینیم موضوع اصلی و اساسی از همین جا میاد، چون وقتی که آدم کسی رو دوست نداره، یعنی آدم ها رو دوست داشتنی و خواستنی نمیبینه، علت بیشترش اینه که خودش رو هم دوست داشتنی و خواستنی نمیبینه. حالا به من بگو از نظر درست و کارت فکر میکنی دختر متوسطی هستی، خوب هستی یا خیلی خوب هستی؟ خیلی خوبم، ولی وقتی که استوب میکنم دیگه خراب میکنم همه چیو. مثلا من بهترین دانشگاه رفتم، ولی الان اصلا این ترمو نمیدونم چطوری میخوام بگذرونمش، انقدر که ضعیف عمل کردم. یعنی چرا ضعیف عمل کردی عزیز؟ آخه تو کارت که یه مقدار کمی خوندنیه، بیشتر نشون دادنیه، چرا ضعیف عمل کردی؟ بیشتر دقیقا، بله بیشتر کارهای عملیه. مثلا یه بار که به هم میگن که حالا مثلا این کارو اونقدری که میخوام از طرف مثلا استادم به فرض تشویق نمیشم، اصلا کلن درجا میمونم. هر چقدرم تلاش میکنم، مثلا من کارم طرح زدنه، هر چقدرم تلاش میکنم دیگه طرحی نمیاد تو ذهنم که بخوام رو کاغذ پیادش کنم. خب حالا ببین، آیا تو یه مقدار علائم این که برخی از اوقات حالت خوبه و برخی از اوقات بده یا خیلی بده رو تجربه میکنی عزیز؟ چون ببین یه کسایی تو کارهای هنری مثل بگو عزیز. بله شده که این حالت رو تجربه کنم، ولی الان یه مدت اصلا بالا پایین ندارم، فقط خیلی شدیدن اضطراب دارم، ولی اضطرابی که به قول شما دور خودم میچرخم، نمیتونم کاری انجام بدم. نه اون بیقراریه، اون یه مقدار بیقراریه، یعنی رستلس بودن و بیقراری. ببین عزیز، تو زمینه خفیف میتونی منک دیپرشن داشته باشی، ولی تو زمینه کار خلاقیت و هنریت وقتی است که تو حالت منیک باشی، یعنی یه محیط شاد تشویق کننده تایید کننده باشی. به مجردی که جنبه انتقاد و نقد رو به خودش بگیره، تو کاملا
میفتی پایین و میری توی دقیقا باخت. بله بنابراین یه ذره چون تو به زمینه هنری اینه، ولی خودت هم طور که اشاره کردی از ذره استعداد و قابلیت خوب هستی. چقدر کار تو خوندنیه یا بیشتر واقعا تماشا کردن، آشنا شدن با کسانی که تو این رشته هستن و بعدن خلاقیت خودتو به کار گرفتنه؟ چون برخی از رشته ها خود آدم باید بخونه فقط، ولی برخی از رشته ها اونقدر بله خوندن نداره که در حقیقت حتی پس کن دیدن طراحان مختلف کار اونا رو در حین کار بیشتر میتونه به آدم کمک کنه که چگونه و از چه تکنیک هایی برای پیش برده کاراشون استفاده میکنن. تو کدام زمینه تو فکر میکنی قوی تری؟ چون به نظر من دختر باهوش با استعدادی به نظر میرسی. بیشتر خلاقیت، بعد همون به قول شما یکم دیدن که از اون چیزایی که میبینیم یاد بگیریم، یکم کار عملیه که باید انجام دادنی انجام بدی تا تجربه کسب کنی. اوکی. یه سوال دیگه، تو اگر بری خارج کجا میخوای بری و میخوای چی بیاموزی عزیز؟ آقای دکتر، اسم دانشگاهی که میخوام برم ما الان یادم رفته. نه مهم نیست، نه کدوم کشوره. کانادا. اون دانشگاه شهرتش در چی هست؟ یکی از بهترین دانشگاه هست همین برای طراحی لباسه. و این الان در اروپا اون مرکزیت رو الان دیگه ندارن که کانادا مثلا داره؟ ترکیه هم هستش، ولی به خاطر شرایطی که ترکیه داره من خودم از ترکیه میترسم. آمریکا، کانادا امنیتش بیشتره. نه نه متوجه هستم. من که فکر میکنم حالا از اون حرف هاست دارم میزنم. من یه سریال ترکی رو دیدم، از نظر لباس به راحتی میتونم بگم معادل 50 سال فیلم سینمایی امریکایی و اروپایی است که من دیدم، که درش این همه در حقیقت لباس زیبا، طرح‌های فوق‌العاده و رنگ‌های حیرت انگیز و ترکیب رنگ‌ها که اصلا من باورم نمیشه. یعنی به نظر من ترکی از این بابت باید بسیار بسیار جلو باشه. نمیدونم جایگاهش از نظر هنری کجاست، چون من اون آگاهی رو دقیقا بله از نظر هنری جایگاه بالایی داره، خیلی یعنی میتونه قشنگ رقابت کنه با کشورهای مثل ایتالیا و نه من که کانادا گفتم اینا. من که عزیزم من 50 سال فیلم سینمایی دیدم، حتی اخیرا خیلی کم تر، ولی این همه لباس زیبا به ویژه برای خانم ها اصلا باور نکردنی است. من اصلا فکر نمی کردم که کسی بتونه یه چنین ترکیبی از رنگ ها رو و یا یه چنین مدل هایی رو بتونه حتی برای افرادی که اونقدرها اندامی هم ندارن فراهم کنه و توانایی و مهارتشون فوق العاده است. بنابراین اونجا رو نمیشه نادیده گرفت، ولی حداقل اینو من در فیلم دیدم، در واقعیت چه خبره نمیدونم. اگه به تو بگم 3 تا کشور اول جهان در جهت طراحی لباس کدام ها هستن که معمولا تو محیط های علمی راجع بهشون صحبت میشه یا هنری، چی هست؟ کدام کشور ها هستن؟ ایتالیا و انگلیس و یه دونم فرانسه. ولی ترکیه هم در همون رده ها قرار میگیره یا کمی نزدیک اون؟ ترکیه بله، ترکیه خیلی پیشرفت کرده. حتی همون دانشگاهی که تو کانادا داره ترکیه هم داره اونو. من فقط به خاطر محیط خود ترکیه میترسم. محیط ترکیه نمیدونم. به هر حال بذار یه سوالی ازت بکنم در قسمت آخر حرفم. به من بگو تو از نظر ظاهر و زیبایی چگونه هستی خودت؟ چون یه مقداری اون اعتماد به نفس و حرمت نفس تو هم به اون دلیل میتونه مسئله داشته باشه. دیگران، خودتو نمیگم، از نظر ظاهر و زیبایی دیگران به تو میگن چطوری؟ کمی، خوبی، متوسطی، خیلی خوبی، نظرشون چیه؟ خوبم. اوکی. بنابراین پس چرا این احساس بد رو راجع به خودت داری عزیز؟ فقط آیا به خاطر تک بودن و خواهر برادر نداشتن، به خاطر کمی اون آزارهای جنسی؟ و الا تو که دختر باهوشی هستی، توانایی های هنری و خلاقیت هم که داری، از نظر ظاهر و زیبایی هم که میگی خوبی، پس چرا باید احساس خوبی راجع به خودت نداشته باشی؟ به نظرم خیلی
فکر میکنم به خاطر سرکوفتای خیلی زیادیه که نه تنها از مادرم، از خانواده، از مدرسه، معلم ها، حتی ببخشید استادای دانشگاه گاهی، به خاطر که درک نکردن یه موقعی وقتی یه جایی نتونستم یه جایی استوب کردم خیلی به هم سرکوف زدن. مخصوصا بچه بودم خیلی این سرکوفتاشون اذیتم میکرد، فکر میکنم به خاطر همینم. یعنی چیزی که منو شکسته اون سرکوفتایی که خوردم. حالا دوران کودکی تو میتونم بفهمم، در چارچوب کار استادات چرا عزیز؟ آیا کاری که با تو میکنن همون کاریست با بقیه دانشجوها میکنن؟ بله، مثلا الان حالا دوران کاردانیو که خوندم خیلی خوب بودم، اصلا نذاشتم از استاد سرکوف بخورم، ولی من دوران کارشناسی پایین ها که باز دانشگاه خیلی خوبی رفتم برای خیلی اذیت شدم، چون حرفی که مثلا به بقیه میزنن، چون من یه زمینه از گذشته داشتم که آسیب پذیر بودم، اون حرف زود میتونست به من صدمه بزنه. مثلا شاید اون بقیه خیلی اذیت نمیشدم، ولی من میشدم مثلا همون بچه 7 ساله از اون حرف صدمه میدیدم، بعد باعث میشد که اعتماد به نفسم رو از دست بدم، کارام ضعیفتر شه. خیلی اوضاع بدی بود. من متوجه هستم. نه، به نظر من حرف درسته عزیزم. ببین، اشکال کار این است که متاسفانه تو ملاک این که من کجا هستم، چقدر خوبم یا به کجا میتونم برسم، قضاوت و نظر دیگرانه. اونم قضاوت و نظر دیگرانی که غالب اوقات نه واقع بینانه است. برخی از اوقات هم برخی از استادا از طریق در حقیقت کوچک کردن، کم اهمیت کردن، میخوان انگیزه برای بهتر شدن رو به وجود بیارن که غالب اوقات اشتباه. بعدم متاسفانه تو رشته و کار شما ماجرای رقابت و حسادت خیلی سنگین و جدی. دقیقاً بله. و بنابراین برخی از اوقات ای بسا کار تو خوبه و یه زاویه ای از یه زمینه ای رو نشون میدی که خود استاد بهش نرسیده و این سبب میشه که حتی حسادتش رو یا خشمش رو برانگیزه و بنابراین نوع برخوردش با تو واقعا منصفانه نباشه. و تو باید ببین عزیز، تو آمدی توی رشته آمدی که میشه گفت مثل قلعه سنگ بارانه که از در و دیوارش سنگ میزه، ولی تو اگه بخوای با لباس شیشه ای و بدن شیشه ای بری اونجا که خرد میشی. تو احتیاج به یه پوستی مثل کرگدن داری که هرچی به تو میزنن اصلا نفهمی چی به چیه. و تو با تو این زمینه کار کنی و این زمینه مسئله اصلی و اساسی حرمت نفس توه و بیرون آمدن از تیپ شخصیت در حقیقت مهرطلبه. بنابراین لطفاً هم سیدی حرمت نفس رو که 12 ساعته بشنو و هم شخصیت سالم و نرمال که 14 ساعته و 12 ساعتش از خود منه رو با دقتی که دوبار بشنو، میتونه کمکت کنه. دختر باهوشی هستی، تو اگر بتونی یه مقداری پوست خودتو کلفت کنی و از آسیبا خودتو محفوظ نگه داری، خیلی خیلی میتونی پیش بری و راحت و آسوده باشی. و بعدم یه نگاه واقع بینانه به انسان، چه زن و مرد، بکن و یه نگاهی که برمیگرده به آسیب دوران کودکی و یا اختلافات پدر مادر رو مبنای قضاوت درباره مردان و یا ازدواج قرار نده. یه کمی بیشتر و بیشتر در این زمینه بخون و بدون و من مطمئنم که میتونی بسیار موفق باشی. ولی مهمتر از موفقیت برای من اینه که تو بتونی احساس آرامش بکنی و بیش از همه خودت رو دوست داشته باشی و خودت رو بپذیری تا زمینه برای دیگردوستی و پذیرفتن دیگران هم برات فراهم بشه. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم. حالا یه وقتی دیگه خواستی بیا بیشتر با هم حرف بزنیم، ولی لطفاً این سی‌دی ها رو با دقت بشنو و من مطمئنم که تغییر مطلوبی درت پیدا میشه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. خیلی ممنون. منم همینطور آقای دکتر. خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. خدا نگهدار.